سرخط خبرها. وقوعی انفجار در مرکز ولایت تخار. استخبارات طالبان رئیس زراعت ولایت پنجشیر را به اتهام سرقت بازداشت کرد. طالبان در دره‌صوف ولایت سمنگان به مردم گفتند که اگر سلاح ندارید به جای آن پول بپردازید. نیروهای طالبان 5 تن از اقارب والی پیشین بامیان را بازداشت کردند. طالبان میگویند توافقنامه دوحه را نقض نکردند. مقامات محلی طالبان در نمروز با گل و شیرینی به عذرخواهی یک مرزبان ایرانی رفتند. مسموم شدن دانش آموزان 26 مکتب دخترانه در ایران و احتمال یک زمین لرزه بزرگ دیگر در ترکیه. با چند خبر تازه و مهم از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. وقوعی یک انفجار تازه در ولایت تخار. منابع محلی در تخار از وقوعی یک انفجار در مرکز این ولایت خبر می دهند. منابع می گویند که این انفجار حوالی ساعت 7 روز گذشته در ساحه از شهر طالقان مرکز ولایت تخار رخ داده است. از نوعیت و تلفات احتمالی این رویداد اطلاعی در دست نیست. مقامات محلی طالبان نیز تا کنون بر رسانه ها در این مورد چیزی نگفتند. استخبارات طالبان رئیس زراعت پنجشیر را به اتهام سرقت بازداشت کرد. منابع محلی در پنجشیر میگویند که استخبارات طالبان عبدالمجیب مشفق رئیس زراعت، آبیاری و مالداری این ولایت را بازداشت کرده است. باشندگان محل امروز بر رسانه ها گفتند که مشفق 3 روز قبل به اتهام سرقت اجناس دولتی، فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی بازداشت شده است. به گفته یه باشندگان این ولایت، عبدالمجیب مشفق باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل و از جمله طالبان پشتون تبار است که از یک سال به این طرف به عنوان رئیس زراعت، آبیاری و مالداری در ولایت پنجشیر کار میکرد. طالبان در دره‌صوف سمنگان به مردم هشدار دادند که اگر سلاح ندارید به جای آن پول بپردازید. منابع در ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان میگویند که در روزهای اخیر طالبان ساکنان این ولسوالی را متهم به داشتن سلاح کرده و آنان را آزار و اذیت میکنند. دست کم 4 منبع از روستاهای کوته و 4 دیه ولسوالی دره‌صوف بالای ولایت سمنگان امروز بر رسانه ها گفتند که طالبان همه روزه ساکنان این روستاها را به حوزه های امنیتی میبرند و بازجویی میکنند. و گفته یه باشندگان محل طالبان از ساکنان دره‌صوف بالا سلاح میخواهند و میگویند اگر سلاح ندارید به جای آن پول بپردازید. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در صفحه فیسبوکش نیز طالبان را متهم به تشدید فشار انتقام جویانه علیه مردم دره‌صوف سمنگان کرده است. استخبارات طالبان 5 تن از اقارب والی پیشین بامیان را بازداشت کردند. منابع معتبر محلی در ولایت سمنگان میگویند که نیروهای استخبارات طالبان 5 تن از اقارب محمد طاهر زهیر والی پیشین بامیان را از روستای کوته ولسوالی دره‌صوف بالای این ولایت بازداشت کردند. دست کم 2 منبع معتبر که خواستن از آنها نام بردن نشود امروز بر رسانه‌ها گفتند که به تاریخ 29 دلو سال روان نیروهای استخبارات طالبان حوالی ساعت 3 تا 4 شب از ولایت سمنگان بر روستای کوته هجوم برده و اطراف این روستا را محاصره کردند که در نتیجه 5 تن شامل 3 برادر، خواهرزاده و خسربره محمد طاهر زهیر والی پیشین ولایت بامیان را بازداشت کرده و با خود بردند. طالبان میگویند توافقنامه دوحه را نقض نکردند.
سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان سوگند یاد کرده است که این گروه توافقنامه دوحه را نقض نکرده و نقض نخواهد کرد. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته این سخنان را در جریان نشستی که به مناسبت تجلیل از سومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه برگزار شده بود بیان کرد و افزود که ما مسلمان هستیم و به خدا عقیده داریم. ما از توافق خود دفاع می کنیم و به توافق خود متحد هستیم. مقامات محلی طالبان با گل و شیرونی به عذرخواهی یک مرزبان ایرانی رفتند. پس از لتوکوب یک مرزبان ایرانی توسط جنگجویان طالبان در مرز پل ابریشم ولایت نمروز، اعضای این گروه با گل و شیرونی به عذرخواهی مرزبان ایرانی رفتند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران روز گذشته گزارش داد که یک فرمانده طالبان با جمع از جنگجویان این گروه به عذرخواهی رفتند. بر اساس این گزارش طالبان تاکید کردند که فرد خطاکار تنبیه انضباطی شده است. وزارت امور خارجه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند. مسموم شدن دانش آموزان 26 مکتب دخترانه در ایران. بر بنیاد گزارش‌ها در ادامه مسمومیت‌های دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌ها حاکی از آن است که دانش آموزان 26 مکتب در تهران، اردبیل، کرمانشاه، اصفهان، شاهنشهر، پردیس و فردیس دچار مسمومیت شدند. رسانه‌های ایرانی امروز گزارش دادند که تنها در تهران دانش آموزان 14 مکتب مسموم شدند. در گزارش ها تذکر یافته است که 6 مکتب در اردبیل، 2 مکتب در کرمانشاه، 1 مکتب در اصفهان، 1 مکتب در پردیس، 1 مکتب در فردیس و 1 مکتب نیز در شاهنشهر با این پدیده مواجه شده و مسئولان حکومتی ایران پای دشمنان را به میان کشیدند. و احتمال یک زمین لرزه بزرگ دیگر در ترکیه. مرکز ارزیابی منظومه شمسی از احتمال یک زلزله قوی دیگر در مرکز ترکیه هشدار داده است. این مرکز امروز در صفحه توییتر خود نوشته است که احتمال وقوع زلزله قوی در روزهای آینده در مرکز یا اطراف ترکیه وجود دارد. گفتنی است که این مرکز پیشبینی های فرانک هوگربیتس، پژوهشگر محیط زیست هلندی که زمین لرزه نخست ترکیه و سوریه را پیش بینی کرده بود را منتشر می کند. این در حالی است که زمین لرزه مرگبار ترکیه تا کنون به بیش از 50,000 کشته بر جا گذاشته است. پس از زلزله نخست در ترکیه و سوریه، این کشور چندین پس لرزه دیگر را نیز تجربه کرد که خسارت زیادی در پی داشت.